آقای امام حسین روز عاشورا، میدونید یه بار به نظرم بار دیگه هم گفتم، علت این که آقای امام حسین، علت این که وقتی آقا خورد به زمین ریختن خیمه ها را سوزوندن، میخواستن این نام ها سوخته بشه. کم نبود 18,000 نامه، هر نامه 100 تا 200 تا 500 تا 40 تا 20 تا نامه امضا 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 امضا. آقا دید اینا به مجردی که سر ابی عبدالله رب بالا نیزه، همون اصل عاشورا تو کربلا توابین جرقش زده شد. ببینید تاریخ را، توابین جرقش اصل عاشورا زده شد. از کربلا تا کوفه 90 کیلومتر دو منزل 25 نفر حمله کردن عمر صدا بکشن، محافظینش کشتنشون موفق نشدن، 25 نفر تو این مسیر کشته شدن. هر روش هم این بود که عمر، ما با حسین جنگ داشتیم و مردا، با علی اصغر ما جنگ نداشتیم. این بچه را تو بی خود زدی، این بچه را بی خود گفتی بزن، ما باید آبش میدادی. حرفشو این بود، حمله میکردن بکشندش، چند نفر 25 نفر کشته شدن. تازه خواه ببینید عمر سعد میخواستن بکشنش که تو بچه رو چرا گفتی بزن؟ ما با بچه دعوره داشتیم، چرا خیمه رو سوزوندید؟ ما میبرد خیمه ها نفیس بود، قیمتی بود، میبردیم، چرا آتش زدید؟ چرا این بچه ها رو انجوری میکنید؟ چرا زینبا میزنید؟ چرا لغیه میزنید؟ چرا این بچه ها رو میزنید؟ چرا بچه باباش کشه سر بابا رو نیز دست بی کتکش میدید؟ چرا میزنید اینا رو؟ درگیر شدن، توابین همونجا جرقه زده شد. تا سر آقا جدا شد، باد خورشید گرفت، اصل عاشورا سه بند از ظهر عین شب ظلمانی تاریک شد، باد میمد و کره زمین زلزله الان از مدار خارج میشد. امام سجاد فرمود ای زمین آروم بگیر، من حجت الله هم رعفتا، ببین مهربانی، ببین محیای محیای محمد مال محمد، حیاتت حیات امام حسین و اهل بیت باشه، یعنی حتی وقتم که دشمن در اوجه، اما شما کار خود تو انجام بده آقا جان، وظیفه خود انجام بده، مواظب باش یه جوری ندید که حیات حیاته. وقت علت این که سوزوندن این بود که میخواستن نامه ها بسوزه، نمیدونستن آقای امام حسین بعد از شهادت ابوالفضل سلام الله علیه رفت تو خیمه، اول کاری که کرد تمام این نامه ها را سوزوند. زینب کبرا عرض کرد که داداش چرا نامه را میسوزونی؟ فرمود اینا بعد از کشتن من همه پشیمون میشند، این در کوفه فتنه برپا میشه. عبید الله میاد سراغ اینایی که نامه نوشته بودن که چرا نامه نوشتید، ایشون بیاد اینجا اینجوری بشه پیشمون میشن. این نامه به دست عبید الله بیفته، این نامه نویسه را گردن میزنه، من نمیخوام از طرف من کسی اذیت بشه. محیا یا محیا محمد و آل محمد، ببین کلامت را، ببین عظمت را. بحرالمصائب چهار جلد بزرگه دیگه، حالا گذشتون نمیشه، یه شب یک کچو میارم رو منبر، چهار جلد کلوفته. بگرد یه آقای امام حسین سلام الله علیه تو کربلا یه نفر را دید، انداخت ردش، او فرار رو آقا دنبالش، آقا رسید بهش، دید آقا رسید بهش، شمشیر انداخت نشست، گفت یا حسین همه را رها کردی منو گرفتی؟ این همه لشکر دنبال من میدوی؟ آقا من که نمیخوام که بهت بزنم، از کوفه اومدی بیای بیرون، ببین عظمت را. آقا جفت گوشواره جیبش در آورد که از گوشه بچه ها در آورده بود، فرمود اینا بگیر. او وقتی از کوفه اومدی بیای بیرون، یه بچه دختر اومد جلوت، گفت بابا کجا میری؟ گفتی میرم سفر. گفت مال من سوغات چی میگی؟ گفتی بابا چی برات بیارم؟ گفت جو گوشواره بیار، اینا بگیر ببر به بچت بده، بعد از من دست به گوش بچه‌ام نزن. محیا یا محیا محمد مال محمد، ممات ممات محمد مال محمد. این ور کیا بودن، اون ور کیا بودن، این ور چیکار میکردن، اون ور چیکار میکردن، این ور بلش که به هزار نفر خودش و اسبش آب میده، اون ور یه لیوان آب و بچه شیر خارج نمیدن. یعنی اگر این بچه را میگرفتن میبرن، خدا آقا فرمود اگر میگید من بهانه آب کردم که بگیرم اول خودم بخورم، بابا بچه را بگیر آبش بده من برگردم، مادر شیر نداره، بچه گریه گریه میکنه، گاهی ناخون زند به سینه مادر، گاهی پیچان شود به دامن مادر، باری از ما گذشت شاره اصغر، بچه آروم نمیگیره، تشنه است، اذیته، به دعا بگم. ولی خب نه، محیا یا محیا محمد مال محمد. اینا را بهش دقت کنید، اینا را بهش دقت کنید، اینا را بهش دقت کنید، اینا را بهش دقت کنید. حیات اهل بیت حیات فحش نیست، حیات ناسزا نیست، حیات حد که حرمت نیست. دشمنش بهش
دوست بی وفاشو هر کی را بهش نامه نوشته بی وفا که تناش گذاشته اینجور خودش کشته شده زن و بچه‌م اصلی شدن نامه آرام میسوزونه که دست دشمنه افته که بعد انتقامش نگیرن. ببین کرامت را، ببین عظمت را، ببین بزرگواری را، ببین بزرگواری را.